السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهرمان از امریکا سوال کردند که وقتی مردهای افغان با فامیل ها و زنهایشان به امریکا می آیند، تغییر می کنند و اونا با زنهایشان که ولو محجبه هم هستند، زنان خوبی هستند، اطاعتشان هم می کند، بازم وقتی که در پایشان به امریکا می رسد، در اونجا دخترای برهنه را می بینند و میگن که این دخترها از شما بهتر است، شما هم چندان زنهایی نیستید. بعد از او تغییر میکنن و اونها به طرف بدی ها و زشتی ها و زنا روان میشن و این خواهر ما میگن که اکثریت زنان در اینجا مشکلات دارن، پس ما چطور بکنیم که جلب توجه شوهران ما را بکنیم که اینا بیرا نشون؟ برادر و خواهر مسلمان من، یکی از شرایط مهاجرت امی هست که زندگی انسان در مملکت خودش در خطر باشه. این که هر روز انفجار و انتحار میشه، این به اون معنا نیست. این که زندگی شخصی یک نفر در خطر باشه. دلیل دومی که انسان مهاجرت میکنه به خاطر تعلیم است. یعنی در جای میره تعلیم میکنه، درس میخونه، ماستری، دکتری و غیره میگیره، دوباره برمیگرده به میهنش و به مردمش خدمت میکنه. و سیوم شرطی است که کسی حق اجازه سفر به خارج داره که او در خارج برای دعوت بره که دین اسلام را در بین غیر مسلمانان رونق بده و مردم را به اسلام دعوت بکنه. هر کسی که این سه شرط نداره، فقط او خدا تباه کرده، زندگی خدا تباه کرده، آینده اولادش تباه کرده. غرب و امریکا به مانند اموسیب سرخ میمانه که در درخت ها اوزان است و او بسیار زیباست، جلای خاص داره. وقتی که چشم به او میخوره بسیار مرغوب است، بسیار خوش آدم میاد. اما وقتی که سیب را از درخت میکنه و میایه با کار دیره دو توتا میکنه، میبینه که در بین از این کرم است، آنقدر کرم است که خورده نمیشه. پس غرب، امریکا، اروپا، تمام این جایه به مصابه اونمو سیب است که داخلش پر از کرم ها هست و بیرونش سرخ و خیلی زیبا و مرغوب و بسیار بلبلی. بله عزیزان گرام، قبل از اینکه انسان چونین سفرهای را بکنه و هم با فامیل و خانواده خود، یک سنت بسیار زیبایی داریم به نام سنت استخاره. باید از الله سبحانه و تعالی مشوره بگیره که یا الله، اگر این سفر به خیر من است، به خیر شوهرم است، به خیر اولادایم است، پس تو این سفر را برای من سهل و آسان بساز. و اگر این سفر در شر من است، در شر اولادای من است، در شر امسر من است، پس این شر را از ما بردار. ای برادر و خواهر مسلمان، آیا شما کدام مسلمان را سراغ دارید؟ کدام کس را سراغ دارید؟ کدام افغان را که اروپا رفته باشه، امریکا رفته باشه و او با الله سبحانه و تعالی مشوره کرده باشه؟ آیا سراغ چنین کسی را شما دارید؟ میشناسید کسی را؟ آیا برای شما کسی چنین گفته که برای هر کاری و علال خصوص این امر مهم شما باید با خالقتان مشوره بکنید؟ نه خیر. چرا؟ به خاطر که ما همیشه نوکر هوا و هوس‌های خود هستیم. چیزی که هوا بر ما میگه، هوس بر ما میگه، اونمو را بسیار خوش داریم و به خاطر رسیدن به او هر کاری میکنیم. مثل امو داستان امی خواهر که از آلمان است، که بعض از خانده افغانی از این به خاطر از اینکه اونا به آلمان برسن، اونا روح خدا به شیطان فروختن. کدام پیر بوده به نام پیر بابا در پاکستان که روح خدا به او فروختن. سبحان الله. یعنی به خاطر از اینکه ما به آرام ها برسیم و زندگی اولادهای ما تباه شود، ما چی کارهای میکنیم، از چقدر چیزها تیر میشیم. یعنی از ایمان خود انسان تیر میشه. جهان غرب همونطور است. جهان غرب برای کسانی که سست ایمان است، برای کسانی که ایمان درست نداره، عقایدش درست نیست، فقط مانند یک تلک است.
یک تلکی که می آیه و در او دام تلک می فته. چی جوان های در غرب ایروین و پودری و کوکائینی شدن؟ چی جوان های در غرب کار میکنن، زحمت میکشن، پول در میارن، اما تمام زندگیشان در کازینوها، قمارخانه بازی ها و در جاهای بدی و در مواقع پلشت اونا این پول ها را به مصرف میرسنن؟ چی دخترایی هست حتی در غرب که اینا لزبیان شدن، همجنسگرایی میکنن و مسائل دیگر خوب بگذارید. تمام ازی برمیگرده به تربیه فامیلی یک نفر، به عقیده انفرادی یک نفر. اگر امین مردهایی که به امریکا و اروپا و غرب میروند عقایدشان درست می بود، اسلامشان درست می بود، از دل جان اسلام را قبول کرده بودند، اگر اینا در مملکت خودشان که افغانستان باشد یا ایران باشد یا پاکستان یا هر جایی که باشد تقوای الهی را اگر پیشه می کردند، اگر از الله سبحانه و تعالی می ترسیدند، همان اللهی که در کابل است، همان الله در امریکا هم است، همان خالقی که ملکهایش را در کابل می فرستد تا بندگانش را ببیند و مشاهده و مناظره بکند، همان الله ملکهایش را در امریکا، چی که در هر جایی که باشد، در هر برجی که باشد، در هر کوهی که باشد، در عمق اقیانوس ها باشد، الله سبحانه و تعالی امان ملکایش را امونجا می فرستد تا بندگانش را مناظره بکند، گناهانش را بنویسد، خطاهایش را در کتابش درج بکند. پس کسی که از الله کابل نمی ترسد، وقتی که پایش به امریکا می رسد از الله امریکا هم نمی ترسد. کسی که از خالق جلال آباد و کوتی سنگی و خیرخانه نمی ترسد، او از خالق امریکا و اروپا هم نمی ترسد. اینها مسائل هستند که بر می گرده به عقیده و اعتقاد روزهای پیشین، موارد هستند که بر می گرده به شخصیت که اینها در کوچکی و در طفولیت پدر و مادرشان به اینا تزریق کرده و به اون شکل آیسته آیسته در محیط کلان شدند. انسانی که به مسجد می رود، نماز می خواند، از الله می ترسد، از زنا و دختران دوری می کند، اون انسان در هر جایی که باشد از الله می ترسد. خالق همان خالق است، خالق تغییر نکرده. پس چنین اشخاص، چنین مردانی که در امریکا تغییر می کنند، در اروپا تغییر می کنند، این ها اصلا تغییر کرده بودند. خشت اول چون نهد میمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ. خشتای نخستین اینا کچ بوده، اینا با چشم چرانی، بی حیایی و دیدن به طرف ناموس مردم عادت داشتند. همین زنا و تنفروشی زنان در افغانستان خیلی زیاد است. عزیزان گرانقدر، شما خبر دارید که در افغانستان کلینیک های مخفی و زیرزمینی جور شده که در اونجا پرده بکارت را ترمیم میکنن، که عزیزان ما از این فیلم برداری کردن برای ما فرستادن و جا جایی که اینا بوده برای ما فرستادن تا اقدام در موردش بکنیم. اما کدام از این اقدام بکنیم؟ ما 3500 کلینیک تنها در افغانستان در کابل است. در مزار چقدر است؟ در ایراد چقدر است؟ یعنی جامعه به سوی بدی ها و پلشتی ها روان است. ما نسلهای داشتیم که اونها هم رفتن، اما چنین نشدن که زنهای خود را رها بکنن، تهدید بکنن اونا را به این شکل که این خواهر ما نوشته، یعنی یک مانند کاغذ تشنا، یک جنس بی معنا و بی ارزش زن را مانند یک جنس تلقی بکنن.
این نسل چنین نسل هست. این نسل نسل سکولاریسم است. این است میوه های مدرنیته، میوه های سکولاریسم. میوه های را که غرس کردن و کشت کردن و آلا سمرش میبینن که چی است. کسانی که میخواین که عفت و عزتشون را نگاه بکنن و اطفال نازنینشان در غرب گمراه نشوند، بی ایمان نشوند، شرابخور و زناکار نشوند، پس اونا سعی بکنن که در بهترین جاهای دنیا مسافرت بکنن و در اونجا مهاجرت بکنن. اول خود مهاجرت نکنن. اگر زندگیشان خوب است، بهتر است، پس چی خوب که در جایی باشن که با پدر و مادرشان نزدیک باشن. چون وقتی که انسان مهاجر شد، دور شد، باز میگه ای وای پدر جان، ای وای مادر جان، ای وای وطنم، وای وطنم، وای، ای وای خواهرم، ای وای خاله هم. او وقت باز چشم درد میشه. اول خود سعی بکنه که در اونجا بمانه، پلوی مادرکش بمانه، پلوی پدرش بمانه، دور نشوه. چرا بر الوالدین در قرآن، در جا جای قرآن ذکر شده که خیلی مهم است. بعدش اگه تصمیم گرفت که بنابر بعضی معاذیر شرعی از مملکتش خارج شود، پس سعی بکنه که بهترین جای دنیا را انتخاب بکنه که در اونجا نزد الله سبحانه و تعالی به خاطر تربیت اطفالش مسئول نباشه. چقدر طفلای افغان شما میشناسین که در خارج در غرب بوده که اسلامیتشان درست بوده؟ چند درصد چنین فامیل ها هست؟ پس اون طفلکا از امون فامیل ها رنگ میگیره، عقیدهشان را از امون فامیل ها میگیره. این بحث این موضوع. و وقتی که انسان چنین کار کرد و در چنین محیط رفت، پس این مردان وقتی که اونها به ناموسهای مردم نگاه میکنند، به زنای مردم نگاه میکنند، به زنای هرزه نگاه میکنند، شهوترانی میکنند، به خانه علاقه ندارند، چون انسان بلهوس میشود. غرایز جنسی انسان، شهوت انسان چنین است که یک بار انسان لجام ازیر از دست داد، انسان بلهوس میشود. او نه تنها برای زن خود، نه تنها به او اکتفا نمی کند، بلکه برای زنهای دیگر هم اکتفا نمی کند. امروز با این دختر بود، فردا با اون دختر دیگر است، پس فردا با دخترهای دیگر است. این از غرایز چارپایان است، این از غرایز انعام است، این از غرایز ایوانی است که اگر انسان لجامش را رها بکند، پس غرق می شود. خواهر مسلمانم، مردانی که در چنین حالت هست، لجامشان گسیخته هست، کار از کار گذشته، شما خیلی دعا بکنید. شما عفت خود را، عزت خود را، ناموس خود را نگاه بکنید. شما سعی بکنید که اطفالتان برای راست هدایت شوند، برایشان قرآن بیاموزید، برایشان حدیث بیاموزید، برایشان تفسیر بیاموزید. اینجا آلا معرکه شما شروع شده. خواهرم، سعی بکنید که اطفالتان را از شما نگیرند، سعی بکنید که اطفالتان را شیاطین از دست شما اغوا نکنند، عقاید اونها را بالایش کار بکنید. اون مردانی که در چنین محیط ها رفتند و در لجن گناه غرق شدند و این لجام و لگام را دادند به دست شیطان و شهوت، خیلی مشکل است خواهرم دوباره اون را خانه بیاورید. از این تجربه ها برای ما خیلی زیاد رسیده، از این سوالات خیلی خیلی زیاد برای ما رسیده و این شروع کار است، و این شروع کار است. چیزهایی در زندگی می آید که انسان به آن چیزهایی که قبلا داشته خیلی شکر می کند. پس خواهر مسلمان من،
شما ایمان خودتان را، ایمان طفلکانتان را، تقوای الهی خودتان را و تقوای ایشان را خیلی تقویت بکنید. برنامه های تعلیمی اسلامی برایشان درست بکنید. در خانه لاو لعب موسیقی اینها را اصلا قطع بکنید. سعی بکنید که از صبح وقت که میخیزید قبل از نماز اینها را بیدار بکنید و تا وقتی که ناشتای صبح تیار می شود برای اینها تعلیم دینی، قرآن، تفسیر، حدیث و اینها را برایشان بیاموزانید. سعی بکنید که اینها عزت و عفت چشمهای خودشان را نگه دارند. سعی بکنید از این حالا که چون کوچک هستند در شخصیت سازی اسلامی اینها بکشید. چرا خواهرم؟ به خاطر که این شوهرانتان که اینجوری شده در شخصیت اسلامی اینها کسی سعی نکرده بود. خشتهای اساسی عقیدتی را در زندگی اینها کسی درست نگذاشته بود. همون مسائلی که در بین این خشتها گذاشته بودند ریگ و سمنت از او خیلی بد بود، از جنس پلشت بود. چرا؟ اگر عقیدت اینها خوب می بود، مسائل عقیدتشان خوب می بود، اگر از الله پروا می کردند، پس از الله واشنگتن و نیویورک و فرانکفورت و آمبورگ هم پروا می کردند. این نصایح ما هست برای شما خواهرم. خوب باشید، با ایمان باشید، با ایمان زندگی کنید. خانه را با قرآن زینت ببخشید، خانه را با قرآن مزین بسازید که اگر این گناهکاران داخل خانه می شوند صدای قرآن بشنوند و وجدانهایشان به تحریک بیاید. هر بار که خانه می آیند در تلویزیون می بینند که قرآن است، در تلفن ها می بینند قرآن است، در تب می بینند قرآن است، می بینند اطفالشان قرآن می خوانند، نماز می خوانند، تا باشد که اینا شرم کنند، بشرمند، حیا کنند از اون طفل کوچکشان که در مقابل الله استاده و این خودشان می روند در مقابل یک کافر و بیدین آبشان را در جایی می ریزانند که الله سبحانه و تعالی آن را برایشان گناه کبیره نوشته. انشالله که از این طریق پیش بروید خواهرم. برایتان دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی شما را صبر و استقامت بدهد و خیلی ها از این پروژه پیش بروید، از این طریق پیش بروید و بعدها آیسته آیسته خود اینها را تشویق بکنید به اسلامیات، به خاطر که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، این نماز است که انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. اگر اینها نماز درست بخوانند، عبادت درست بکنند، از فحشا و منکر این نماز اینها را باز می‌دارد. اما کسی که روح نماز در او نباشد، پس او هر کاری از دستش می‌آید. شما اسلام را در خانه تحریک بکنید، قرآن را، عبادت را، نماز را میان اطفالتان تحریک بکنید تا اینها بشرمند، به طفل خودشان ببینند و بشرمند. از بارگاه رب منان استدعا داریم که الله سبحانه و تعالی این مردان بهمت را برای راست هدایت بکند. آمین یا رب العالمین.